ریال کم ارزشتر از همیشه، یک دلار آمریکا 22 هزار تومان. سکاندار سیاست خارجی ایران میگوید هر چه کرده با تایید رهبر بوده. اون چه که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. اگر دروغ گفتم شنیدند. دولت چه نقشی دارد و چه کاری از دستش برمی‌آید؟ نظر یک تحلیلگر و همچنین سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان را در این باره می‌پرسیم. همچنین در برنامه 60 دقیقه امشب، جنگ قدرت در حزب جمعیت اسلامی افغانستان، احمد ضیا مسعود به انتقادهای عطا محمد نور جواب می‌دهد. زنگ خطر کرونا در ایران بلندتر از همیشه، بیمارستان مسیح دانشوری میگوید که تهران برای مبتلایان جدید تخت خالی ندارد. ظاهرا صهیونیستا میخوان یک کار بزرگ بکنن، منم میخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون طوری که همه دنیا ببینه. و داستان یک جاسوس موساد در ایران که عاشق شد، با یکی از بازیگران سریال اسرائیلی تهران حرف میزنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جلسه پرتنش با نمایندگان مجلس شرکت کرد و گفت که هر چه کرده با تأیید عالی ترین مقام حکومت بوده. تلاطم در بازار ارز و سکه و ادامه روند سقوط ارزش پول ملی باعث شد که نمایندگان وزیر خارجه را به مجلس بکشند. گام بعدی آنها البته احضار حسن روحانی رئیس جمهوری برای توضیح است. ایران در چنبره مشکلاتی است که یک طرف آن مناقشه تند با آمریکا، اسرائیل و عربستان است و طرف دیگر آن نابسامانی‌های اقتصادی، وضعیتی که بر زندگی روزمره مردم در ایران فشاری خورد کننده وارد می‌کند. کار دلار به کجا می‌کشد؟ هنوز می‌شود برای برون رفت از وضعیت فعلی کاری کرد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. می‌توان در یک شعار در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که نرخ دلار باید به 700 تومان تقلیل پیدا کند و بعد از چند ماه دلار به چند برابر قیمت افزایش یابد. مشکل کجاست؟ سوالی که 7 سال پیش حسن روحانی مطرح کرد، حالا پیش روی خود او قرار گرفته. قیمت ارز در بازار ایران از پاییز گذشته 2 برابر و در عرض 2 سال 4 برابر شده. دلار از حدود 5000 تومان در فروردین سال 97 به حدود 16000 تومان در مهر همان سال رسید، هرچند که در ماه‌های آینده کمی پایین آمد. در ابتدای فروردین 98 دلار حدود 13000 تومان بود و در پایان سال حول 16000 تومان نوسان داشت. در سال 99 دلار روند صعودی خود را حفظ کرد، از 20000 تومان گذشت و امروز برای اولین بار به 22000 تومان رسید. یک دلیل آن به گفته کارشناسان نگرانی بازار از کمبود ارز است. در پی تحریم‌های آمریکا دولت ارز کافی برای فروش و حمایت از ریال ندارد. مجموع وارداتی که تا حالا داشتیم هست. موضوع افزایش قیمت ارز امروز در جلسه علنی مجلس هم مطرح شد. حداقل امروز شرایط ما به گونه‌ای باشه که پولی که مال مردم در نزد بعضی از کشورها باقی مونده و اونها سالیان سال در این کشور معاملات اقتصادی میکردن، تجارت میکردن، ما توقعمون اینه که وزارت خارجه در این شرایط سخت ارزی بتونه این انتقال در حقیقت ارز رو به کشور با تلاش مضاعف انشالله این کار رو انجام بده. معلوم نیست اشاره آقای قالیباف به چه کشورهایی است و بازگشت ارزی که به گفته او در آن کشورها باقی مانده تا چه حد میتواند مانع روند صعودی قیمت شود. همزمان بعضی از نمایندگان مجلس میگویند مقصر سامانه نیم است. سامانه‌ای که دولت 2 سال پیش بعد از چند نرخی شدن قیمت ارز راه انداخت. بازاری که صادرکنندگانی مثل پتروشیمی‌ها ارز حاصل از فروش محصولاتشان را به وارد کنندگان می‌فروشند. محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته حدود 20 میلیارد دلار ارز صادرکنندگان نه به صورت کالا و نه به هیچ شکل دیگری به چرخه اقتصاد برنگشته. بعضی از کارشناسان هم رشد نقدینگی را از دیگر دلایل افزایش نرخ ارز می‌دانند.
انتظار مردم از رشد تورم باعث شده عده زیادی به ارز به عنوان مطمئن ترین راه برای حفظ ارزش پول خود نگاه کنند. در پشت همه این سیاست هایی که آمریکا داره دنبال میکنه به نام فشار حد اکثری، دولت میگوید این روند سعودی مقطعی است و با آنچه عملیات روانی در عرصه بین المللی خوانده ارتباط دارد. اما بعضی از نمایندگان مجلس مشکل را سیاست های غلط داخلی میدانند، همون چیزی که حسن روحانی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری به آن اشاره کرده بود. مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل هرچه باشد، به نظر می رسد دولت توان کنترل وضعیت بی ثبات فعلی را ندارد. مشکل بی ثباتی ها. باران عباسی، بی بی سی. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی از تهران با ما هستند. آقای سلطانی، ما حدود دو هفته پیش با شما سر همین موضوع صحبت کردیم، این بار دیگه چی شده که اینطور دلار بالا رفته؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترم، خدمتون عرض کنم که ما به خوبی میدونیم که از لحاظ تحریم ها و فشاری که روی اقتصادیان از این لحاظ میاد ما تو شرایط خیلی سختی هستیم و در این حال میدونیم که نقدینگی یک مقداری بیشتر شده است، اما به نظر من این همه ماجرا رو بیان نمیکنه. ماجرا لایه‌های مختلفی داره. به اعتقاد من یکی از لایه‌هاش این است که یک گروهی در کشور که حالا در جای مختلف هستن، اینها اعتقادشونه که بایستی ما مردم رو هراسان بکنیم، مردم رو بترسونیم که مردم به طرف بازارهایی مثلا سهام یا دلار مثلا هجوم ببرن و به این طریق یک بخشی از نقدینگی یا پولی که دست مردم هست جذب بکنیم و یه مقداری از مسائل به این طریق حل بشه. اما و مدعاشون هم این هست که بله نقدینگی خیلی بالا رفته، که این مدعای درستی نیست. در دوره 30 سال گذشته هر 2.9 سال نقدینگی رو برابر می شده، الان شده 3.5، هر به اصطلاح 2.5 سال دو برابر میشه و تفاوت خیلی زیاد ایجاد نشده. و بعد در نظر بگیریم که تو این شرایط کنونی اقتصاد جهان، اقتصادهای بزرگ دنیا مثل آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلستان و غیره دوباره 5 تریلیون دلار بانک‌های مرکزی تزریق کردن به اقتصاد. خب ما نهایتاً 10 میلیون دلار، یعنی دور همون دستشون تزریق نبود این اتفاق بیفته. اگر قرار بود نقدینگی این کارو بکنه، خب الان بایستی بازارهای سامانه دنیا به هم ریخته. اگه بخوایم ساده تر بکنیم، شما میگید که یک عده‌ای در حکومت تعمدن دارن این کار رو میکنن که پولی که در کشور هست جذب مثلا بورس بشه، مسکن بشه یا دلار. ببینید، من نمیخوام بگم حکومت یا دولت، یک گروهی، یک جناحی، یک بخشی داره این کار میکنه. من الان به شما آدرس میدم. آدرس اینه که بانک مرکزی که در حدود 1.5 سال آمارا رو منتشر نمیکنه و جستجوی اقدام در هفته گذشته میاد آمار نقدینگی رو منتشر میکنه. یک روز بعد یکی از آدمایی که توی بخش اقتصادی دولت بوده توی 6-7 سال گذشته، اسم میخوام ببرم، ایشون میاد یک مطلبی رو منتشر میکنه که و توجیه میکنه که این 4-5 برابر شدن سهام نسبت به مثلا قیمت دلار یا مسکن غیره این طبیعی است و ما باید تورم داریم و همه چیز داره بی ارزش میشه. و ما توی این دو هفته تحرکای زیادی رو از جانب یک سری اشخاص دیدیم که مردم به اصطلاح تشویق کردن و تحریک کردن که برید سهام بخرید، برید ارز بخرید. ببینید وضعیت ما خوب نیست، ولی در این حد هم خوب نیست که قیمت دلار 22 هزار تومان بشه. قیمت دلار اگه رابطه تورم هم در نظر بگیریم نبود 10-11 هزار تومان باید بشه. و ارزش سهام ها، شما دقت بفرمایید، در حدود مثلا 2 سال گذشته 16 برابر شده. خب این قاعده ای نیست که به خاطر نقدینگی یا تحریم ها باشه. ما بدتر از این شرایط رو در اقتصاد ایران قبلا تجربه کردیم. آقای سلطانی، در هر صورت هر کی پشت قضیه باشه،
الان ارزش پول واحد پول ملی ایران به شدت پایین اومده. من نگاه میکردم بعضی از منابع فقط ارز کم ارزشتر از ایران در سطح دنیا رو ارز ونزوئلا اعلام کردن، یعنی از پایین تقریبا ریال در جایگاه دوم قرار داره. آیا اگر به همین شکل پیش بره ایران داره تبدیل به یک ونزوئلا دیگه میشه از نظر شما؟ دست هایی است که ایران تبدیل بشه ونزوئلای دیگه، ولی به اعتقاد من اقتصاد ایران هنوز به اصطلاح توانش خیلی بالاتر از اون است که ونزوئلا شه. شما دقت بفرمایید، ما الان درآمدهای صادراتی کالاها و خدمات و یه مقداری حالا نفت و اینها رو اگر در نظر بگیریم، هنوز از درآمدهای صادرات نفت سال 1384 و قبل از اون بالاتر است. ما حدود در 80 میلیارد دلار ذخایر ارزی داریم. بنده عرضم این است که بنا به هیچ قاعده ای به این شدت نباید باشه. من عرضم این است که تصور من این است که دی میخوان مردم هراسان بکنن. ببینید دلار 22,000 تومان یعنی حقوق کارگر 100 دلار در ماه، یعنی یه استاد دانشگاه 400 دلار 300 دلار بگیره. مردم ایران 80% 90% مردم ایران نمیتونن ارز 22,000 تومان خرج بکنن. دقت بفرمایید، برخلاف اون چه جنجال میشه، قوقا سالاری میشه، ما محاسبه کردیم که همین روزها منتشر خواهیم کرد یک بحث مفصلی رو، در نزد مردم ایران تقریبا 90% مردم ایران نقدینگی دستشون نیست. دقت بفرمایید که بخش عمده نقدینگی در ایران دست بنگاه‌های خصولتیه، دست بانک‌های خصوصیه، دست بنگاه‌های عمومیه، دست دولت است. برآورد ما اینه که حدود 1/3 نقدینگی دست مردم، یعنی هجوم مردم و نقدینگی خب نمیتونه باعث این ماجرا بشه. اگر به قول شما یه گروهی که نمیتونید اسمشون رو هم ببرید دارن یک فضای روانی تصنعی ایجاد میکنند، سود این عاید چه کسانی میشه؟ آیا هیچ قدرتی نیست که در برابر اینها بایسته از نظر شما؟ سود این آید گروه هایی میشه که منفعت میبرن. کی داره منفعت میبره؟ اون سهام بنگاهی که داره به قیمت های 5 برابر واقعی، 4 برابر واقعی، 10 برابر واقعی داره به فروش میره، یعنی میره توی دست بنگاه های خصوصی، میره دست بانک های خصوصی و البته دولت هم نفت میبره و یک بخش های دیگه هم سفتباز هم به عنوان سیاه لشکر دارن نفت میبرن. ببینید یک بازی شروع شده که این بازی اسم رمزش اینه که مردم را بترسانید که ریال داره بی‌ارزش میشه و مردم حمله کنن به طرف سهام و سهام گرون بخرن، دلار گرون بخرن. من اینجا میخوام اینو به مردم اعلام کنم که اینها به هر صورت یه بازی روانی است. مردم اگه خیلی حراس دارن از اینکه ارزش پول بیاد پایین، میتونن برن زمین بخرن، میتونن برن مواد اولیه تولید بخرن، میتونن صرف کسب کارشون میکنن، میتونن وسایل زندگی بخرن، چیزایی که مایتشونه. الان کشاورز رفته زمینش فروخته سهام خریده، قصاب رفته سهام خریده، اشخاص قرض کردن، یعنی یه سری سرمایه‌های خرد مردم رو جمع میشه. من توجه شما رو به این جلب میکنم که ما تو همین دهه 90 راه دور نریم. از سال 92 تا سال 96 بهره‌های بانکی رو بردن بالا، به شدت بردن بالا و سپرده‌ها رو جذب کردن و بعدش با بی‌ارزش کردن پول همه اون سود سپرده‌ها رو از سپرده‌گذارها پس گرفتن. دوباره یک اتفاق دیگه تو سال 97 این بود که دلار آوردن تا 18000 تومان. برآورد ما اینه که حدود بیش از 200000 میلیارد تومان عده آیدشون شد و بعد اینکه دلارای گرون رو فروختن دوباره دلار آوردن رو 11000 تومان. من اینجور چیزهایی رو حس میکنم تو این جنبه و واقعا خواهش میکنم که مسئولین مملکت بالاخره بازی خطرناکی از جلوی این بازی رو بگیرن. ممنونم از احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی در تهران با ما. محمد جواد ظریف که امروز به مجلس رفته بود با واکنش تند نمایندگان به عملکرد این وزارتخانه در حوزه سیاست خارجی روبرو شد. عده‌ای از نماینده‌ها با فریادهای او را دروغگو و بزدل خطاب کردند. در همین حال خبرگزاری‌های نزدیک به اصولگرایان از تحویل طرح ثالث حسن روحانی رئیس جمهور ایران به هیئت رئیسه مجلس هم خبر دادند. ما گفتگویی داریم با یک تحلیلگر و همینطور یک روزنامه‌نگار، ولی قبل از اون اجازه بدید که بخشی از حرف آقای ظریف رو بشنویم. مقام معظم رهبری فرمودند اگر شما هم خوانده بودید گزارش ملاقات‌های ظریف رو،
و برخوردهای او رو با اون طرف دیده بودید، شما هم مثل من او رو شجاع، انقلابی و صادق می دانستید. آنچه اتفاق افتاد دوستان آن نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم. کس لا دوستان آقایون اجازه بدن نظر جلسه رعایت کنن، صحبت آقای وزیر تموم بشه، بعد فرصت دارید، اختاری دارید، در خدمت شما هستم. بفرمایید بشین آقای ظریف. بفرمایید دوستان، اون چه که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. اگر دروغ گفتم شنیدند، محمد جواد ظریف بود. افشار سلیمانی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در دولت محمد خاتمی از تهران با ما هستند و همینطور مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از بن آلمان. آقای سلیمانی، معنای حرف آقای ظریف این است که به ما ارتباطی نداره، برید با آیت الله خامنه ای صحبت کنید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگانتون. خب طبیعتاً آقای ظریف یک واقعیتی رو گفت که به هر حال طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری در صدر هستند و با توجه به اختیاراتی که دارن سیاست‌های کلان نظام رو ایشون تصویب می‌کنن، حالا با مجمع تشخیص مصلحت مشورت می‌کنن، اونا نظر میدن، نهایتاً ایشون باید تایید کنند و اختیاراتی که ایشون دارن در حوزه سیاست خارجی مخصوصاً در یه سری حوزه‌های حساس در واقع تصمیم گیرنده نهایی مقام رهبری هستند. لذا آقای ظریف یک واقعیتی رو گفتند. حالا اینکه میش تعبیر کرد، خب آقایون نماینده ها میخوان سوال رو از آقای سلام از مقام رهبری بپرسند یا از هر مقام رئیس جمهور بپرسند یا هر کس دیگه، اون دیگه بستگی داره به نوع کنش ها و واکنش هایی که وجود داره. به هر حال سیاست خارجی ما عمدتاً مخصوصا در حوزه های حساس، عرض کردم، نهایتا با تصمیم رهبری اتخاذ میشه و اعلام میشه و اجرا میشه. این یک واقعیتی. آقای مهدوی آزاد، مجلس قصد داره که از آقای روحانی هم سوال بکنه. سهم حسن روحانی در رسیدن اوضاع به اینجا چقدره؟ آیا سهمی داره؟ ببینید، جلسه یک شنبه مجلس به واقع تحقیر وزیر خارجه ایران بود. این وضعیت هم چیزی بود که دولت آقای روحانی و آقای ظریف خودشون عملا انتخاب کرده بودند. اگر آقای روحانی سال 96 به رأی مردم پشت نمی کرد، کابینه رو با راست نمی بست، اگر آقای ظریف اون روزی که آقای خامنه‌ای گفت روسیه حوزه سیاست خارجی استراتژیک، بنابراین در اختیار علی اکبر ولایتی و قاسم سلیمانی قدرت رو ول می‌کرد، جواد ظریف، اگر اون روزی که سپاه به اون گستاخی رسید که دیگه رئیس جمهور واسه خودش بیاره تو ایران، بشار اسد، آقای ظریف پای استعفاش میموند. اگر اون روزی که از آقای ظریف در خارج روزنامه‌نگاران پرسیدن زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران سیاسی در ایران وضعیتشون چیه، ایشون حداقل نمیگفت که روزنامه‌نگار زندانی ما نداریم، هم حرف قبیه‌ها رو میزد، میگفت من مسئول نیستم. به اینجا نمیرسید که امروز هم آمریکا و اسرائیل، هم اصلاح طلب، هم برانداز و هم اصولگرای طرفدار آقای خامنه‌ای به جواد ظریف بگن دروغگو. منتها اتفاقی که روز یکشنبه در مجلس افتاد بزرگترین اتفاقی نبود که به جواد ظریف توهین کردن. بزرگترین اتفاق این بود که اون هسته سخت قدرت، اون بخشی که اساساً مسئول وضعیت فعلی است، خودش رو پنهان کرد. در واقع یه تصویری ساخت که انگار مسئول همه چی، مقصر همه چی جواد ظریف یا دولت بوده. یه تصویری ساخت که انگار که مثلا اگر سپاه رو موشکاش گنده‌تر می‌نوشت مرگ بر اسرائیل، اگر بیشتر پرچم آتیش می‌زدن، اگر آقای خامنه‌ای بیشتر فحش می‌داد، اگر بیشتر دنیا رو تهدید می‌کردن، مثلا الان دلار 5000 تومان بود. برای من از این زاویه من به تحولات روز یک شنبه نگاه میکنم. از این زاویه هم اگر بخوام نگاه کنیم، تسلیم این بازی بزرگ هسته سخت قدرت
که میخواد خودش رو در واقع مبرا بکنه از همه اتفاقات، تقصیر رو بندازه گردن چهار تا فوکولی، چهار تا کوچلواری، و در واقع راهکاری هم که ارائه میده میلیتاریزه کردن این کشور، راهکاری که ارائه میده اینه که مذاکره نه، بریم بجنگیم، و تازه همین راهکارش هم مزورانه میده. یعنی الان اسرائیل عملیات انجام داده، خودش میزنه به اون راه، تو توی سوریه اسرائیل داره ما رو میزنه، خودش میزنه تو اون راه. من تسلیم این بازی نمیشم. بنابراین از این زاویه توی این بازی باید بگم که دولت روحانی و جواد ظریف مقصر نبودن. وضعیت فعلی به خاطر برجام نیست، به خاطر نبود برجام، که دلیل نبود برجام هم حداقل یکی از دلایلش در کنار آقای ترامپ موشک‌های سپاه و بازی سیاست خارجی شخص رهبری ایران است. آقای سلیمانی شما چی فکر می‌کنید؟ خب ببینید، یکی از مسائلی که در عرصه سیاست خارجی و حتی در عرصه داخلی ما داریم به نظر من عدم وجود انسجام در واقع ملی است. انسجام ملی حالا بیشتر از سوی جناح‌ها منظورمه، حالا احزاب قوی که ما نداریم بیشتر جناح‌ها مطرحند. خب واقعا این انسجام وجود نداره. حول محور منافع ملی یک تعریف روشن و مشخص و چارچوب داری ما نداریم. به هر حال منافع ملی تعریف داره بر اساس مؤلفه‌های قدرت و پارامترهای ثابت و متغیری که در تنظیم سیاست خارجی تأثیر گذار هستند، بایستی که در واقع با مشورت و با استفاده از همه دیدگاه‌ها و نظرات و جنبندی اونها بشود یک سیاست خارجی منسجمی را ارائه داد. امروز سیاست خارجی هم به عنوان یک ابزاری برای جنگ قدرت بین جناح‌ها در داخل ایران ازش داره استفاده میشه و این بزرگترین آفت رو به منافع ملی کشور میزنه. و وضعیتی که ما امروز شاهد هستیم به ویژه در بحث اقتصادی، هرچند ریشه این مسائل اقتصادی رو من کاملا سیاسی میدونم، اساسا درسته بالاخره دلایل اقتصادی داره، ولی شروعش علت العللش مسائل سیاسی است که هم در داخل ما داریم هم در بحث یعنی سیاست داخلی و سیاست خارجی. بنابراین تا زمانی که انسجام ایجاد نشود و وحدت رویه ایجاد نشود و چکشکاری نشود، نظرات مخالف و موافق مطرح نشود و میدان داده نشود و تعریف مشخصی از منافع ملی ارائه نشه، به نظر من در بر همین پاشنه خواهد چرخید و این به نفع مردم ایران و جمهوری اسلامی نخواهد بود. آنچه که روشنه، حتی مجلس 11 هم خب به هر حال مجلس 11 در با توجه به تحلیل هایی که شده و میزان مشارکت مردم در انتخابات، ما دیدیم که به هر حال وزن مجلس 5 به لحاظ فردی تک تک افرادشون، حالا منهای تعدادی که هستن لحاظ تخصصی، سواد، معلومات، دیدگاه، خیلی بالاخره میشه روشون حساب کرد. یه عده واقعا حتی این به اندازه ای که سیاست خارجی رو بخوام به لحاظ تئوریک و واقع بینانه درک بکنم من سراغ ندارم در واقع مجلس. بنابراین اینها خودشون بایستی که بررسی بکنن، مطالعه بکنن. اینطوری نیست، یعنی اگر که بر فرض من انتقاد هم میکنم، من نماینده باید راهکار هم بدم. این که جنجال به پا کنیم، یک سال مونده به تقریبا یک سال به انتخابات 1400 ریاست جمهوری، و از این هم به عنوان یک ابزار برای اینکه قدرت رو در 1400 همین جناحی که در مجلس هست این رو اینها قبضه بکنن، از این مسائل هم استفاده بکنیم، این به نفع کشور نیست. اینها اگر نظری دارم نظر بدم، بیان پیشنهاد بدم، بگن که این کارو بکنید، اون کارو بکنید، صرف طرح سوال و جنجال به پا کردن به نظر من به جایی نمیرسه. آقای مهدوی آزاد، شما هم آنچه که این روزها داره اتفاق میفته رو بازتابی از کشمکش های سیاسی داخلی میبینید که پیامد جنگ قدرته؟ یه جورایی آره، یه جورایی نه. ببینید، آنچه که مهمان شما میگن که ما باید اجماع ملی داشته باشیم و نمیدونم حرف بزنیم، ظاهر تئوریکش خوب البته خیلی درسته، واقعیت اینه که اینطوره، منتها صورت مسئله در ایران این نیست. اگر همه مردم ایران هم فردا اجماع ملی داشته باشن که مثلا ما بریم با آمریکا مذاکره کنیم، علی خامنه‌ای تنهایی میگه نه، و تنهایی هم زورش میرسه. برای من واقعیت نیستش که اجماع ملی خیلی موثر نیست. مشکل ما یه مسئله تو فارسی داریم، میگن طرف دست راستش نمیدونم به دست چپش میگه غلط اضافه نکن. مشکل از جایی شروع میشه که آقای خامنه‌ای میاد میگه نرمش قهرمانانه، پشت پرده
میره به آقای حجازی رو میفرسته مجلس که برجام 20 دقیقه تو مجلس تصویب بشه. روی پرده فروردین 95 میاد در حرم رضوی میگه که برجام خسارت محض بود، راهکارهای من رو اجرا نکردم. ببین این یه بازی سیاسی رهبری حکومته که دو جناح به جان هم میندازه که تلاش بهره برداری بکنه. در مجلس آدم حسابی نداریم، مهمان محترمتون میگن درسته اغلب آدمهای کوچوله بخش بزرگشون هم نظامی هستن، منتها خب این انتخاب شورای نگهبان است. این یکی در کنار این وضعیت در واقع ساختاری که استبداد داره به زور پیش میبره، ما البته یه مسئله ریزم داریم، منافع اقتصادی جناح‌ها. امروز حرفای آقای زندوری رو اگر دقت بکنید انتقادش به جواد ظریف بود که چرا به چین عزیز بیمهری کردید، عبارت بیمهری رو ایشون استفاده کرد. یادتون هست که سخنگوی وزارت بهداشت یک کلمه به چین انتقاد کرد، یک کلمه به وزارت بهداشت چین، و چجوری رسانه‌های سپاه پاسداران و مقامات فرماندهان سپاه زدن توی دهنش مجبور شد پس بگیره. اینجا در واقع دیگه منافع اقتصادی وجود داره، یعنی جنایی وجود داره که در واقع همون میراثداران مؤتلف و بازار هستن، منافعش در واردات. الانم می‌بینید یکی از کانون‌های نظام از دفاع در چین هست، بنابراین این منافع نظام، منافع اقتصادی شخصی هم وجود داره. آقای سلیمانی، شما خودتون در دستگاه دیپلماسی ایران کار کردید، 40 سال بعد از انقلاب میگید که هنوز منافع ملی به روشنی تعریف نشده، این خودش به ذات مصیبت نیست؟ به هر حال بله، حالا اسمش رو مصیبت بذاریم، مشکل بذاریم، هر چی بذاریم، واقعیت رو من به هر حال عرض میکنم. به خاطر اینکه ببینید چرا میگم، به این دلیل میگم که ما در تئوری های روابط بین الملل حتی از اون سال اول دانشگاه که میریم درس روابط بین الملل میخونیم، اونجا در مورد سیاست خارجی به ما درس میدن که هر کشوری سیاست خارجیش بر اساس مؤلفه‌های قدرت ملی تعیین میشه. یعنی نگاه میکنه قدرت، حالا ثابت و متغیر اینا تعریف داره، حالا وقت شما رو من نمیگیرم، در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی، عرض کنم مسائل فرهنگی، نظامی و غیره. بر این اساس با شناخت قواعد حاکم بر نظام بین الملل و ماهیت نظام بین الملل و طرفهای مقابل و کشورها، بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و جهانی، میاد سیاست خارجیشو تنظیم میکنه که بتونه منافع ملی. خب چی؟ یکی از بهترین نوعش مثال سادهش اینه که مردم وقتی رفاهشون دوچار مشکله، امروز به لحاظ اقتصادی این همه مشکل ما داریم، خود دولت میاد میگه 60 میلیون نیازمند کمک معیشتی هستن، یعنی یکی از مؤلفه های منافع ملی دوچار مشکله، به خاطر اینکه شما اینا رو باید تامین بکنی. حتی به لحاظ اعمال سیاست خارجی، پشتوانه ملی به عنوان یک پارامتر اصلی هم برای مشروعیت نظام هم برای اعمال سیاست خارجی در واقع مطرحه، ولی وقتی مردم واقعا نتونن و نتوانند پشتیبان در واقع دولتشون باشن، خب این دولت در عرصه جهانی چه کار میخواد بکنه؟ بنابراین اولویت دولت باید این باشه که به صورت نسبی اکثریت مردم ایران رو، نیازهاش رو تامین بکنه و نگذره به لحاظ اقتصادی و معیشتی دچار مشکل بشن، و اونم راهکارهای خاص خودشو داره. اقتصاد یک علم، امروز سیاست هم یک علم، نمیشه که از هر دری حرفی زده بشه، با شعار هم که نمیشه پیش رفت. آقای مهدوی آزاد، بعضی میگن که ایران اگه چند ماه دووم بیاره، بلکه تکلیف انتخابات آمریکا روشن بشه، ممکنه که اوضاع شکل دیگه‌ای به خودش بگیره. حالا احتمال داره اگر دموکرات ها روی کار بیان، به هر حال برجام میراث به آقای اوباماست، نگاه دموکرات ها مثبت تر به مذاکره با ایران، پذیرفتن بخشهایی از قدرت جمهوری اسلامی، مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی. منتها به نظر مقابل این تئوری دو تا مشکل وجود داره. اولا طرحهایی که تو این مدت اجرا شده در سنا و کنگره تصویب شده، این طرحی که الان صحبتش هست قرار تصویب بشه، این عملا رئیس جمهور بعدی آمریکا رو تا حد زیادی خلع سلاح میکنه و اونها دیگه حتی نمیتونن برجام رو احیا بکنن. اگر هم به اسرائیل به این روش ها ادامه بده که به نظر میرسه ادامه خواهد داد، و حکومت هم در دام بیفته که به نظرم یه زمانی بالاخره در دام خواهد افتاد، در دام شعارهای خودش و فشارها، احتمالاً تنش ها اونقدر بالا میره که اصلا چیزی از برجام نمیمونه. این یک روی سکه است. روی دوم سکه یادمون نره دموکرات ها عاشق روحانیون، عاشق آیت الله خامنه ای نیستن، دموکرات ها مخالف ایرانن. اصلا این سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای همه مضر، باش مشکل دارن، راهکارشون فرق داره. الان با توجه به اینکه این هزینه های سنگین رو آقای ترامپ داده
و ایران گوشه رینگ افتاده، تصورم این هستش که اگر یه دموکرات هم بیاد احتمالاً پیش خودش فکر می‌کنه که چرا پس حداقل من از این شرایط بهره برداری نکنم. بنابراین اینجا من خیلی بعید میدونم اگر یک دموکرات بیاد یا ناگهان بیاد بگه خیلی خب من به تمام تحریم‌ها رو برمی‌دارم و به ایران پول میدم. فکر می‌کنم شاید سخت‌تر، سختگیریش کمتر باشه مثلا از نگاهی که وافاویس داره، نام ترامپ داره، تیم او داره، منتها در نهایت چیزای زیادی میخواد که همش خطوط قرمز رهبری جمهوری اسلامی هست. آیا سلیمانی، آیا مهدوی رضا توضیح دادن که کار برای ایران حتی اگر دموکرات ها هم انتخاب بشن آسان نخواهد بود؟ حالا یکی از احتمال ها هم اینه که آقای ترامپ بمونه. مدت هاست درباره فروپاشی اقتصادی ایران حرف زده میشه، اگر به همین شکل پیش بره از نظر شما این فروپاشی اقتصادی قابل جلوگیری هست و متعاقب اون فروپاشی سیاسی و اجتماعی؟ ببینید به نظر من، حالا من یه جمله در ارتباط با همین بحث آقای ترامپ بگم. خب البته خب همونطور که ایشون هم گفتن مهمان عزیز شما، در تاکتیک یه مقدار تفاوتهایی بین جمهوری خواها و دموکرات ها هست، اما در استراتژی تقریبا یکی هن. اما اگر دموکرات ها به اصطلاح سر کار بیان، با توجه به اینکه احتمال داره برگردند برجام، زمان ببره با توجه به این چفت و بستی که در دوره ترامپ انجام شده، این احتمال وجود داره که با توجه به موضعی که ایران داره، آمریکا به برجام برگرده، تحریم ما رو برداره، ما آماده مذاکره هستیم، این اتفاق بیفته. حداقل در دوره دموکرات‌ها احتمال این بیشتره، ولی تا زمانی که ترامپ هست این احتمالش بعد، هرچند که خب بعضیا معتقدن ترامپ معتقده که یعنی حداقل در این دوره‌ای که در پیش انتخابات هست احتیاج داره به کارت ایران، شاید مثلا الان برید مذاکره کنید، ایران بره مذاکره کنه میتونه امتیازاتی بگیره که این بعید میدونم البته این مذاکرات صورت بگیره. ایران باید بیشتر روی همین کشورهای اروپایی، چین، روسیه با اونها صحبت کنه، با شورای حکام زمان بخره تا این بحث انتخابات بگذره. اما فروپاشی اقتصادی، ببینید من خودم هم این وضعیت اقتصادی ایران رو فقط ناشی از تحریم نمیبینم، به خاطر اینکه اشتباهاتی که دولت کرده در حوزه اقتصادی خود این هم عامله. یعنی ما سوء مدیریت داریم در بحث اقتصادی، حالا جاهای دیگه هم داریم، به خاطر اینکه دولت ما به هر حال، من خودم یکی از اونایی بودم که در ستاد آقای روحانی سخنرانی کردم، حمایت کردم از ایشون، اما خب پشیمون شدم بعد از اینکه الان تو این از 96 به بعد دیگه ما مخصوصا، حالا داستانهایی داره دیگه، این موضوع شما نیست، من اطاله کلام نشه. بنابراین آقای روحانی شایسته سالاری رو اصلا در دولتش به ارمغان نتونست بیاره که مثلا بعدش هم تو بحث اقتصادی، تو بحث دلار، این همین 20 میلیارد دلاری که دادن و هنوز یه پولی بر صادرات، ارز صادراتی برنگشته و این داستان ها، اینا مشکلاتیه که به نظر من اگر در داخل انسجام ایجاد کنن و مدیریت درست بشه، علارغم اینکه تحریم هم وجود داره، میشه جمع کرد. خیلی وقتمون کمه آقای، مبارزه با فساد. خیلی وقتمون کمه آقای مهدوی آزاد، خیلی کوتاه. وقتی که طرفداران آقای روحانی هم ازش قطع امید کردن، از نظر شما هیچ روزنه امیدی میشه برای دولت یا جمهوری اسلامی در این شرایط دید؟ والا نه، من صادقانه خیلی بدبینم. من معتقدم در حوزه سیاست خارجی به ضرب و زور در واقع ساحت سخت قدرت ما داریم به سمت کره شمالی شدن میریم، چون جز این نمیتونن دوام بیارن، و در حوزه اقتصادی هم به سمت سوی زیمبابوه شدن یا ونزوئلا شدن، علاوه بر اینکه امکانشون ندارن دلشون هم نمیخواد. اوضاع آنچنان که من میبینم بدبختانه هیچ دریچه‌ای ولو کوچیک روشن نیست یا امیدی نمیگذاره. ممنونم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در بن آلمان، و افشار سلیمانی، سفیر ایران در سفیر سابق ایران در جمهوری آذربایجان در دولت محمد خاتمی از تهران. ما شماری از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان اعلام کردند که دو چهره شناخته شده را از کادر رهبری این حزب کنار گذاشتند. صلاح الدین ربانی سرپرست این حزب و احمد ضیا مسعود از اعضای ارشد این حزب را. عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی در گفتگوی با بی بی سی فارسی گفت که صلاح الدین ربانی و شوهر خواهرش احمد ضیا مسعود این حزب پرسابقه را در انحصار خود گرفته بودند. به همین دلیل عده‌ای از اعضای ارشد آنها را برکنار کردند. صلاح الدین ربانی میگوید که این اقدام توطئه‌ای در اون حزب است. حزب جمعیت اسلامی از پرسابقه ترین تشکل‌های اسلامگرای افغانستان است که در دو دهه اخیر چهره‌های ارشد آن نفوذ زیادی در رده‌های مختلف حکومت داشتند. احمد ضیا مسعود معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان و از اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی افغانستان از کابل با ما. سایه مسعود، من می‌خواستم اول واکنش شما، پاسخ شما رو به حرفای آقای عطا محمد نور بشنوم. سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون شما.
باید برد برسانیم که خود آقای عطانور معیث رئیس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان بودن و اونا تقریبا 9 سال همی سمت هم بوده داشتن و در طول 9 سال با تمام سلطه‌ای که داشتن متاسفانه مصدر یک کار درست در خود جمعیت نشدن. دیگر تقصیر از خودشان است که کار کرده نتانستن و حالا میخواهیم که دیگر را متهم بسازن. اینجا نه انحصار قدرت وجود داره نه کدام موضوع دیگه. با تمام صلاحیت ها آقای نور میتونست کار بکنه، متاسفانه کار کرده نتانست. آقای مسعود، عطا محمد نور میگه که حزب جمعیت نباید ساختاری موروثی داشته باشه، به این معنا که صلاح الدین ربانی فرزند برهان الدین ربانی بود، نباید همچنان در جایگاه رهبری باشه، و همینطور شما به خاطر رابطه خیشاوندی که با صلاح الدین ربانی و همینطور برهان الدین ربانی دارید. خود این جای قدر مسلم است که در افغانستان فامیلایی که فامیلای نهادمند هستند و فامیلای سیاسی بزرگ هستند مثل فامیل ما و فامیل صلاح الدین ربانی، مردم سرشان بسیار زیاد اعتماد دارند و ما به این عقیده هستیم که در خود جمعیت باید یک دموکراسی در اون حزبی وجود داشته باشه و این که ما بتانیم سمت خود تغییر بدهیم و این تغییر تبدیل صورت بگیره، این ارتباط مستقیم میگیره به برگزاری کنگره جمعیت اسلامی افغانستان. هر وقت که کنگره برگزار شد، کسای دیگه که کاندید بوده باشن، مردم به او رأی داد، چرا نه حضور کرد. ما سمت خود اعلام میدیم و شخصیت های نمیتونن که احراز قدرت بکنن. پس شما قبل از اینکه کنگره حزب جمعیت اسلامی برگزار بشه تصمیم هایی که گرفته شده رو نمیپذیرید و همچنان بر جایگاه خودتون در این حزب تاکید دارید؟ اصلا تصمیم هایی را که چند روز پیش گرفتن آقای نور هم با یک تعداد اعضای شورای رهبری کاملا خلاف تمام پرنسیپ ها و اساسنامه جمعیت اسلامی افغانستان است. ولی چهره‌های شناخته شده حزب جمعیت اونجا بودن در کنار آقای نور، کسانی که سالها در جمعیت اسلامی کار کردن، همسنگران شما بودن. درست است. عزل و نسب خود رئیس یا رهبر نظر به اساسنامه جمعیت اسلامی افغانستان وقتی صورت میگیره که شورای رهبری 2/3 تعدادشان اینا پیشنهاد بکنن و خود مجموع عمومی تصمیم میگیره که عزل کنه یا نکنن، اما خود شورای رهبری صلاحیت نداره. شما هم در این مدت 9 سال و آقای صلاح الدین ربانی نتونستید کنگره حزب جمعیت اسلامی رو برگزار کنید، نتونستید آنچه که در حزب جمعیت در حال رخ دادن هست رو اداره بکنید، این انتقاد مخالفان شماست. تمام کارهایی که باید صورت میگرفت و مسئولیتی که به عهده خود استاد عطا محمد نور بود، یکیش همین بود که رئیس اجرایی تمام کمیته ها و تمام تشکیلات جمعیت اداره میکنه و کمیته برگزاری کنگره هم به دوش خود استاد عطا محمد نور بود. متاسفانه اونا هیچ کاری در این قسمت انجام ندادن. آقای مسعود، حالا تکلیف حزب شما چیه؟ عملا حزب دو پارچه است به معنای انشعابه؟ خب در این جای شک نیست که استاد عطا محمد نور در تبانی با خود حکومت خواستن که حزب دوچار یک انشعاب بسازن. در وقتی که همراه آقای اطمر هم رفتن، خلاف تمام اصول و پرنسیپ های حزب آقای عطا محمد نور عمل کردن، در حالی که شورای رهبری جمعیت فیصله نکرده بود، راضی نبود که اونا همراه آقای اطمر برن، اما اونا رفتن و بعدا همراه خود آقای اشرف غنی اینا یک جای شدن در حکومت رفتن. حال دیگه آقای عطا محمد نور تقریبا یک کسی است که مربوط به حکومت نیست. از چهره‌های از چهره‌های شناخته شده حزب جمعیت غیر از صلاح الدین ربانی کی با شما هست؟ به خاطر اینکه طرف مقابل شما ادعا میکنه که اعضای اصلی حزب با اونها همراهند. خب جمعیت اسلامی یک حزب فراگیر است در افغانستان. ما در جمعیت گروه های مختلف اجتماعی، گروه های مختلف قومی، طبقات متنوعی در جمعیت شامل هستند. این که 20 نفر یا 30 نفر همراه استاد عطا محمد نور روی هر ملحوظی رفته باشند، این به این معنا نیست که یا نمایندگی است از کل پیروان جمعیت اسلامی افغانستان میکنند. اینا البته افراد عادی حزب جمعیت نیستن، مثلا یونس قانونی یا مثلا اسماعیل خان.
سالها از رهبران حزب جمعیت به حساب اومدن. یونس قانونی تقریبا در زمان که استاد شهید ما زنده بود اونا از حزب خارج شده بودن و حزب افغانستان نوین ساخته بودن و امیر صاحب اسماعیل خان هم از شخصیت های بزرگ ماست و سابقه بسیار تاریخی دارند در جمعیت. اونا موقفشان تا حال زیاد روشن نیست. حفیظ منصور هم یک وقت حزب داشتن، تقریبا یک حزب جور کردن، باز نتانستن مردم بسیج بسازن، ناکام موندن. اما چیزی که چون جمعیت اسلامی یک حزب خیلی مردمی است و اتکا داره سر طبقات پایین جامعه، یعنی چند نفر روشن فکر نمیتونه که نمایندگی از حزب بکنه. و در نهایت گام بعدی شما چیه؟ ممکنه که مثل تمام این 9 سال کنگره سراسری حزب جمعیت اسلامی برگزار نشه، در اون صورت چه خواهد شد؟ نه خیر، ما معتقد به دموکراسی در اون حزبی هستیم. ما شورای خود بعد از این جور میکنیم، شورای قریه را، شورای ولسوالی را، شورای ولایت را جور میکنیم و همونطور ما میخواییم که مجموع عمومی را به وجود بیاریم. شورای عالی جمعیت که حیثیت پارلمان داره او را جور میکنیم. تا وقتی که امین نهادها در جمعیت به وجود نبیاید بسیار مشکل است ما کنگره را برگزار بکنیم. شما ببینید خود حکومت به خاطر برگزاری لویه جرگه قانون اساسی با مشکل مواجه شده که تابال موفق نشده با تمام امکانات که شورای ولسوالی را به وجود بیاره. آیا به یک حزب که امکاناتش محدود است در این فضای بسیار ناامن افغانستان امکان عالی است که ما بتونیم در کل ولسوالی ها شورا را به وجود بیاریم؟ البته این کارا خیلی زمانگیر است. این ما آدم نمیتونه که یک دفعه بتونه کل کارای یک حزب انجام بده و یک کنگره که واقعا معرف خواسته ها و نیازمندی های اقشار مختلف جامعه ما بوده باشه و ما بتونیم برگزار بکنیم. خیلی ممنون آقای مسعود. بله. کنگره باید برگزار شه. ممنونم از احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان از کابل. تشکر از شما. از امروز استفاده از ماسک در ایران اجباری شد. مقام های مسئول میگویند استفاده از ماسک میتواند احتمال ابتلا به کرونا را تا حدود 80% کاهش دهد. همچنین در تهران رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هشدار داده که تخت خالی برای پذیرفتن مبتلایان جدید در پایتخت وجود ندارد. کاوه مشکات گزارش میدهد. کرونا در تهران کم کم به وضعیت قرمز نزدیک میشود. مدیر بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم هشدار داده در پایتخت تخت خالی برای بستری بیماران مبتلا به کرونا وجود ندارد. او گفته اگر این بیماری مدیریت و کنترل نشود، کشور از همه نظر دچار مشکل خواهد شد. ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت هم میگوید حال پایتخت زیاد خوب نیست و تهران در وضعیت هشدار قرار دارد. توجه بفرمایید که رقم خالص تهران در مرحله هشدارش هم از لحاظ ابتلا، بستری و مرگ میتونه از چند دوستان از که قرمز هم هستن بیشتر باشه به خاطر عدد خالص و مخرجی که بالاتر نسبت به استانهای دیگر. دولت از امروز استفاده از ماسک را اجباری کرده تا بلکه شاید بتواند ترمز گسترش دوباره کرونا را بکشد. دستورالعملی که حتی ممکن است باعث شود فرد بدون ماسک هیچ خدماتی دریافت نکند. فردی هم که بخواد خدمت بگیره اگر ماسک نزنه واقعا از ارائه خدمت به ایشون باید منصرف بشن و ایشون رو بهش خدمت ارائه نکنن. فرض کن کسی که بدون ماسک میخواد سوار مترو بشه، خب نباید بذارن سوار مترو بشه. فردی که میخواد سوار اتوبوس بشه، نم تاکسی بشه یا غیره، یا وارد یک پاساژ بشه، باید از ورودش بدون ماسک ممانعت به عمل بیاد. برگزاری مراسم عروسی و عزا یکی از علتهای افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در یک ماه اخیر بوده. به گفته معاون وزیر بهداشت ایران، برگزاری این مراسم در حداقل 9 استان ممنوع شده. حداقل در 9 استان انجام مراسم عروسی و مراسم ترحیم ممنوع شده. متاسفانه فرهنگ بعضی از مردم این هست که این مراسم را انجام بدن. در بخش آیسیوی قفسه صدری بیمارستان حضرت امام خمینی آقای 32 ساله بود که 2 روز بعد عروسی خودش، داماد یعنی، 2 روز بعد عروسی خودش مبتلا شده بود. آمار روزانه وزارت بهداشت از قربانیان کرونا که مدتی کاهش یافته بود بعد از بازگشایی اماکن عمومی در هفته‌های اخیر دوباره 3 رقمی شده. 9 استان در وضعیت قرمز قرار دارند و 9 استان دیگر هم در حالت هشدار.
طی 24 ساعت گذشته 163 نفر از عزیزان هموطنمون را از دست دادیم که با این احتساب مجموع جانباختگان تا به امروز به 11571 نفر رسیده است. استانهایی که دیروز به عنوان قرمز و وضعیت هشدار اعلام کردیم کماکان در همین وضعیت هستند. مقام های مسئول میگویند با وجود شیوع دوباره کرونا، تعطیلی دوباره کشور و قرنطینه به نفع هیچ کس نیست و بهترین راه تصمیم گیری و کنترل آن در خود استان یا شهرستان است. ولی معلوم نیست با چند برابر شدن آمار مبتلایان به کرونا در استان ها این راهکار تا چه زمانی جواب بدهد. کاوه مشکات، بی بی سی. شیوع ویروس کرونا در جهان هر روز گسترده تر و خطرناکتر می شود، اما هر روز که می گذرد تعداد بیشتری از مردم جسارت بیشتری پیدا می کنند تا به توصیه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی کم توجهی کنند و تا مرز قانون شکنی و درگیری با پلیس هم پیش برند. این رفتارها چطور در کشورهای مختلف بروز می کند؟ سیاوش اردلان گزارش می دهد. یک ماه است که شبهای آخر هفته در لندن آش همین و کاسه همین. پلیس ضد شورش میکوشد مانع دور همی جوانانی شود که کرونا پارتی به راه انداختند. اغلب اوقات مثل دیشب در این محله لندن پلیس عقب نشینی میکند. این چهارمین هفته پی در پی است که تلاش های پلیس برای اجرای مقررات کرونا به خشونت منتهی شده. در ده ها نقطه دیگر انگلستان مثل محله سوهو در لندن پلیس کاری به کار مردم ندارد. بعضی از مردم هم کاری به کار مقررات ندارند. ویروس کرونا تا به حال در بریتانیا بیش از 44 هزار نفر را کشته و 285 هزار نفر را مبتلا کرده. آمار رسمی. اما این آمارها دیگر کسی را نمی ترساند. اینجا در جنوب ایران ترس از شیوع کرونا مانع از این گرده همایی نشده. شلیک تیر هوایی در مهمانی های خوزستان یک سنت خطرناک است. اما نه خطرناکتر از کرونا که خوزستان را در وضعیت قرمز قرار داده. این صحنه ها گواهی بر دهنکجی انسان ها به یک ویروس خطرناک است. از ایران گرفته تا برزیل خیلی از مردم به خصوص جوان ها سر به طغیان برداشتند. هرچند اینجا در ساو پائولو اندکی آنسوتر قبرهای بیشتری برای جا دادن قربانیان کرونا آماده می شود. رکورد مبتلایان و قربانیان کرونا در آمریکاست. اینجا گروه‌های از مردم علیه مقررات قرنطینه دست به اعتراض زدند. یا اعتراض در کنار آب یا آفتاب گرفتن لب آب. گوش خیلی از مردم جهان به توصیه‌های ایمنی بدهکار نیست. چه ساحل آمریکا باشد، چه سواحل پر ازدحام انگلستان و چه سواحل ممبای اینجا در هند. چرا؟ بعضی میگویند مردم از فاصله گذاری و قرنطینه خسته شدند و نیاز به معاشرت دارند. بعضی میگویند دیگر حرف سیاستمداران را باور نمی‌کنند. در بعضی از نقاط شاید بیش از اندازه به حرف سیاستمدارانشان اعتماد می‌کنند. تغییر رفتارهای انسان‌ها دشوار است. بعد از ده‌ها سال فرهنگ‌سازی برای مقابله با ایدز، هنوز صدها هزار نفر در سال به ویروس HIV مبتلا می‌شوند. شیوع ویروس کرونا آسان‌تر از HIV است. با بیش از 11 میلیون مبتلای ثبت شده و آنچه انتظار می رود بیش از 2 میلیون کشته تا سال آینده باشد. با همه این احوال نمی توان معاشرت و تفریح و شغل و امرار معاش و هواخوری و امید به آینده را برای همیشه از مردم سلب کرد و انتظار داشت که در چهار دیواری خانه هایشان بنشینند. هرچند بیرون خانه قاتلی نامرئی در کمین باشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. یک سریال اسرائیلی به نام تهران در ایران بیننده پیدا کرده. داستان یک زن جوان که جاسوس موساد است و به ایران سفر می‌کند تا پدافند هوایی ایران را از کار بیاندازد و ارتش اسرائیل بتواند به نیروگاه اتمی این کشور حمله هوایی کند. اما مأموریت او موفقیت آمیز نیست و او عاشق یک فعال دموکراسی خواه در ایران میشه. با یکی از بازیگران این سریال صحبت می‌کنیم، ولی قبلش بخشی از سریال رو با هم دیگه می‌بینیم. ظاهرا صهیونیستا میخوان یک کار بزرگ بکنن. منم میخوام حالشون رو بگیرم و به زانو درشون طوری که همه دنیا ببینه. چه خبره؟ دارن یکی رو دار میزن. جیلا ایول،
بالاخره عمل کردی؟ نوید نگهبان بازیگر از لس آنجلس آمریکا و ماست. نوید، این سریال البته خب در ایران هم در شبکه‌های تلگرامی داره دست به دست میشه میبینن، ولی خب الان پخش جهانیش روی اپل شروع شده، خیلی سر و صدا کرده. از تجربه خودت بگو در این سریال. سلام به تمام بینندگان عزیز. میدونه که من تصویر شما رو ندارم، شما دارید تصویر منو؟ ما تصویر شما رو داریم، خیلی هم خوبه، آباژور کنارتون هم خیلی قشنگه. خیلی ممنون، مرسی، قربون شما. این یه سریال تلویزیونی بودش که راجب به همینجوری که گفتی یه دختری هستش که تو ایران به دنیا اومده و تو اسرائیل بزرگ شده، برمیگره تو ایران واسه خرابکاری و اونجا عشق دوباره‌اش رو به ایران، به مردم ایران پیدا میکنه. شخصیتی که من بازی میکنم مسعود تبریزی هستش که این شخص یک مأمور موساد هستش که تو ایران زندگی میکنه و این هندلر این ایجنت جدید میشه، یعنی به این جاسوس جدید در حقیقت کمک میکنه. آره، من کسی هستم که کارای اینا رو به اصطلاح این کارای این باید زیر نظر من انجام بشه و من روی یه جا تو فیلم دیده میشه که خیلی کتکت زدن ها. نگو دیگه، شاید ندیده باشن. خب پس فیلم اینجوری نیست که کاملا یک فیلم خیر و شر باشه، به این معنا که یک طرف کاملا سیاه باشه یک طرف کاملا سفید باشه و یک پیام سیاسی داشته باشه. والا این بستگی داره، سیاه‌سفید نداره این فیلم، این سریال، و همه خوبن و همه بدن، بستگی داره چجوری بهشون نگاه بکنی. و من از فیلمنامه خوشم اومد، کارگردان کارش خیلی عالی بودش. کارگردان رفته بود و فارسی یاد گرفته بود که بتونه بفهمه چی صحبتی میشه و چه حرفایی زده میشه. بعد نیو سلطان که هنرپیشه اصلی هستش، نیو ماها فارسی یاد گرفته بود و خودش فارسی صحبت میکرد، لهجه داره ولی فارسیش خیلی فارسی قشنگه. صحیح. و ما تمام سر صحنه با هم دیگه فارسی صحبت میکرد. کار کردن با کارگردانی اسرائیلی یا حالا با یک تهیه کننده اسرائیلی ممکنه که حساسیت برانگیز باشه، به این حساسیت ها هم فکر کردی؟ فکر میکنی که جاهایی باشه که شاید بیننده ایرانی اگر از نگاه ایرانی به قضیه نگاه کنه دوست نداشته باشه؟ والا اولا که راجع به کار کردن با کارگردان اسرائیلی بگم، آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. حالا چند دفعه من اسرائیل کار کردم و هر دفعه که من اسرائیل کار کردم برخوردشون با من خیلی خوب بوده و خیلی خیلی محترمانه بوده و مسئله نیستش که شما از کجا میاین، از چه کشوری داری میاین، مسئله اون چیزی که درونته. ببین من همیشه گفتم همه چیز رو بذار کنار، جندر، نشنالیتی، ریلیجن، کانتری، همه رو که بذاری کنار، دست آخر اون چیزی که این داخلمون هستش همش یکیه، فرق نمیکنه از کجا اومد، فارغ از جنسیت و مذهب و رنگ پوست و اینا. خب این روزا بله این روزا خیلی گرفتار یک پروژه آموزشی خیریه یا حالا چی میشه گفت عامل منفعه هم هستین. یه سنتری هستش که من این سنتر نزدیک دو سال دارم روش کار میکنم، یه از کامیونیتی سنتر، از سنتر فور آرتست، یعنی برای هنرمندای ایرانیه یا نه مثلا نه، هر نوع هنرمندی؟ نه اصلا پرجدیس وجود نداره توش، مسئله نیستش از کجا اومدین، تا موقعی که میتونین، تا موقعی که کار هنری میتونین میکنین میتونین از این فضا استفاده بکنین. یه خونه هستش که 8 تا هنرمند میتونن توش زندگی بکنن. بعد فضای استودیو دارم که الان من خودم توی فضای استودیو هستم، من الان توی استودیویی که ما ساختیم هستم دارم با شما صحبت میکنم که این استودیو به عنوان استودیو فیلم برداری و تئاتر ازش داره استفاده میشه. و اگر من واسهتون ویدیو فرستادم، اگه ویدیو رو نشون بدین، چون ویدیو نشون دادم داریم میبینیم، داریم اون ویدیو رو میبینیم. آه جدی؟ خب ببین مشکل من اینه که من شما رو نمیبینم. خب و این فضا
هنرمندایی که میان اینجا میتونن تا 6 ماه اینجا زندگی بکنن و ما کمکشون میکنیم. یه دونه نان پروفیت اورگانایزیشن داریم که این کمک میکنه به هنرمندا از لحاظ مالی و از به خاطر کارشون منتورشیپ داریم. کارگردانای مختلف، فیلمبردارای مختلف، همه کسایی که من باشون کار کردم، اکثر کسایی هم که تو این ویدیو میبینین کسایی هستن که من قبلا باشون کار کردم. صحیح. و هم اومدن اینجا و والنتیر شدن و دارن کمک میکنن، یعنی به شکل داوطلب دارن بهتون کمک میکنن. جالب اینه که سرمایه گذار خاصی هم نداشتید، از کمک های مردمی یا کسانی که شما رو میشناختن بودجهش تامین شده و داره هم میشه. من خودم به شخصه یه چیز در حدود 400 خورده هزار دلار، 480 تومن بوده فکر میکنم که تمام پول بوده که من تمام پس اندازی بوده که داشتم گذاشتم تو این سنتر و به خاطر کووید من یه چند از کارام کنسل شدش و ما وسط کار مونده بودیم. گوفاندمی درست کردم، الان دوستای خیلی خوبی هستن که از تمام دور دنیا دارن کمک میکنن و هنوزم که هنوز من به کمکشون احتیاج دارم. ما الان نزدیک 150,000 دلار دیگه احتیاج داریم که خونه رو تموم بکنیم و من همونجوری که تو ویدیو گفتم اگه فقط 1500 نفر پیدا بشه که هر کدومشون فقط 100 دلار بدن، من میتونم سنتر رو تمومش بکنم. ولی الان ما کشدار مریض، من خودم دارم کار میکنم و گاهی اوقات بچه‌ها میان کمک میکنن اینجا. و در نهایت فکر میکنید که این فضایی که دارید فراهم میکنید فضایی باشه که مثلا خیلی از هنرمندای ایرانی که در خارج از ایران هستن بتونن این راهی که شما رفتید رو برن و بعد در سریال ها، در فیلم های مشهور جهانی بازی کنن، مثل شما که در هوملند نقش بازی کردید یا الان در سریال تهران؟ ببین جاموز، من خودم اینجا موقعی که وارد اینجا شدم، من خودم توی روی پارک بنچ میخوابیدم، من خودم تو صندلی عقب و پارک بنچ میخوابیدم. این جایی که من به وجود آوردم جایی که من خودم همیشه دلم میخواست میداشتم موقعی که رسیدم اینجا. و من به هیچ کسی نمیتونم قول سکسس بدم، مثلا سکسس موفقیت، من که نمیتونم قول موفقیت بدم. تنها کاری که من دارم میکنم اینه که من واسه شما یه دونه رست استاپ دارم درست میکنم، از پیت استاپ فور یو. میتونین بیان اینجا از موقعیت استفاده بکنین، دلتون خواست میایین، دلتون نخواست نمیایین. یعنی اینکه شما دارید فضا رو فراهم میکنید. من فضا رو دارم فراهم میکنم، ولی این بستگی به خود شخص داره که چیکار میخواد بکنه. من الان همینجوری که من کانستراکشن دارم میکنم، متاسفانه من الان نمیخوام دوربین رو ببرم بیرون رو بهت نشون بدم، هم میز دارم هم صندلی که گذاشتم اونجا، حتی بچهای توی نیبرهود، بچهای توی محله، بله، میان اینجا بعضیاشون مثلا من غذا میارن، بعضیاشون میان اینجا میشینن مثلا کتاب نوشتن یا شعر نوشته یا فیلمنامه نوشته یا داره نقاشی میکنه. همه اینجا ممنونم از نوید نگهبان بازیگر و با ابراز موفقیت براتون. ممنونم از نوید نگهبان. به پایان این برنامه 60 دقیقه میرسیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور روی کانال یوتیوب ما ببینید و با سپاس ویژه که این برنامه رو تا آخر تماشا کردید.